سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران. در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که همچنان در خدمتتون هستم. امیدوارم که این ایام نوروز اگرچه مشکلات کرونا بسیار زیاد بود و مشکلات جمهوری اسلامی بیشتر از اون به شما خوش گذشته باشه و فردا هم که 13 به در هست، 13 به در خوبی رو دنبالش داشته باشید. البته طبیعی است که این 13 به در رو کسی نمیتونه و نباید بیرون بره. البته آیه هم صادر نشده، نازل نشده که حالا بیرون بریم یا بیرون نریم. اگرچه آیه هم حالا دیگه آیه مایه هم امروز دیگه مثل حرم مقدس و نمیدونم فلان اینها برای مردم مشخص شده که دیگه هیچ گونه اعتباری نداره. ولی با تمام این تفاصیل سنت این بوده که مردم به بیرون از خونه هاشون برن و سبزه گره بذارن، همه این کارهای سنتی رو انجام بدن. این کار رو در خونه هم میشه کرد. اونایی که حوض و استخر دارن، اونایی که ندارن، یه تنگ آب سبزیشون گره میزنن اون تو میندازن و خوشبختانه این آگاهی و این خرد و این شعور وجود داره که به این ترتیب این 13 به در به بهتری نحو برگزار بشه. ولی اگر برگردیم به مسئله کرونا، همونطوری که همتون دیگه امروز در جریان همه اخبار دنیا هستیم، همه جا این نگرانی ها وجود داره. آمار مبتلا شده ها، آمار مرگ و میرها، آمار گسترش شیوع بیماری و ویروس و این حرفا، ولی مال ما بیشتر از همه جاست. دلیلش هم خیلی روشنه، دلیلش هم عدم اعتماد مردم به حکومته، به این معنا که مردم نگران هستن از دروغ گفتن رژیم، نگران هستن از اینی که به هر حال این تعداد کسانی که مبتلا شدن به چه ترتیب بتونن درمان پیدا بکنن. خوشحالم که به هر حال کادر درمانی بسیار با ارزش و ورزیده ای داریم که میتونن که با همه مشکلاتی که وجود داره باز به مردم برسن و این جای بسیار بسیار قدردانی داره. ببینید، ما با نظامی طرف هستیم که منافع نظام براشون به مراتب مهمتر از منافع مردمه. یعنی اینکه در همین جا هم میخوان سوء استفاده بکنن. سوء استفاده از چی؟ از اینی که به هر حال به هر شکلی نظام باقی بمونه. نظامی که اگر باقی بمونه 1 میلیون نفرم کشته بشن مسئله نیست. به همین دلیله که در طی این دوران کرونا مخفی کاری کردند و تا زمانی که احساس کردند که دیگه امروز باید که کاری رو انجام بدن، ممکنه که بتونن با این بازی که میکنن تحریم های امریکا رو بردارن، اون موقع آمدن و یک مقداری آمارهای مشخصتری رو، اگرچه به گفته سازمان جهانی بهداشت باز هم 1/5 آمار رو اعلام کردن که همونطوری که میدونید به حال تعداد بیشتر و بیشتر از این هست متاسفانه، به دلیل اینکه کنترلی وجود نداره. مردم حرف دولت رو قبول نمی کنن، همه رو دروغگو می دونن و به واقعیت همینه که این دروغگویی وجود داره. ببینید، هدف حکومت اینه که بتونه تحریما رو برداره، پول نقد دستش بیاد و بتونه که باز دوباره همون کارهایی رو که با اون 150 میلیارد زمان آقای اوباما کرد، ترویج تروریسم در منطقه و فشار هرچی بیشتر بر مردم ایران باشه. این منافع نظام در همه زمینه ها هست. در نظر بگیرید امروز همه اینا یکی هستن. درسته که حالا یه نمیدونم 100 نفری پیدا میشن نامه می نویسن که نمیدونم خامنه ای مسئوله. نه، هم چیزی نیست. من بارها و بارها این بحث رو مطرح کردم. مسئله مردم با حکومت
سرنگونی تمامیت، کلیت و موجودیت این حکومت. این در این حکومت هیچ کدوم به همدیگه فرقی ندارن در نگه داشتن نظام. حالا اون اصلاح طلب، اون نمیدونم با نام ملی مذهبی، اون کارمند فلان تلویزیون، اون کارمند اون یکی تلویزیون و اسمش یکی استاد یکی نمیدونم چی، اونا رو بذاریم کنار، منافع مردم در مقابل منافع نظام مطرح شده، در اینجا مسئله مطرحه. ولی من یه نکته میخوام خدمتتون عرض بکنم، اونم اینه که ببینید هیچ خوب مطلق و هیچ بد مطلق وجود نداره. همونطور که در مورد آدم ها صادقه، هیچ آدمی خوب خوب و هیچ آدمی بد بد نیست. هیچ آدمی نمیتونه اشتباه نداشته باشه و هیچ آدمی نمیتونه که همیشه خوب باشه. اینا بحثای خیلی معمولیه که باید که توی ذهن ما جا بگیره، اگر جا نگیره نمیتونیم حرکت بکنیم. ولی اگر به کرونا من میخوام برگردم، میخوام بگم که کرونا با وجود تمامی این مشکلاتی که برای همه مردم دنیا به وجود آورده، برای ما ایرانی ها یه نکته مثبت هم داشته. اون نکته مثبتش میدونید چیه؟ اون نکته مثبتش همبستگی ماست در این زمینه. اون همبستگی که نظام به شدت ازش وحشت داره. اون همبستگی که الان وقتی که میبینه که مردم نه تنها گوش نمی کنن به حرفای حکومت، بلکه شب میان دست میزنن سرود ایران میخونن، این معنیش همبستگیه. یه شعار در داخل این کشور در طی سالهای گذشته همیشه داده شده، امروز مفهوم بیشتری پیدا کرده به نظر من. ما همه با هم هستیم، نترسیم نترسیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه این رژیم یک طرفه، همه مردم در مقابلش هستن. امروز ایرانی داخل و خارج نداره. امروز ایرانی به هر شکلی نگران همدیگه است. اینی که در خارج به یه شکل، اینی که در داخل به یه شکل. اون چیزی که وجود داره نگرانیه که از وجود حکومت به دست میاد. اون چیزیه که این حکومت به وجود آورده این نگرانی ها رو، وگرنه وقتی که درد هست همه مبتلا بهش هستن، شما هیچ جا رو نمیبینید که غیر از این باشه. ببینید من یک نمونه ای رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. در کشورهای دیگه دنیا، همون یه نمونه ای که مثلا در انگلیس، در فرانسه که من به نوعی در زندگی میکنم، در انگلیس هم همینطور، دولت انگلیس آمده از مردم کمک خواسته، گفته که ما 250,000 نیرو کم داریم. به فاصله مدت بسیار کوتاهی، در فاصله یک روز و نصفی، 750,000 نفر رفتن به کمک دولت. رفتن چون دولتشون رو قبول دارن. شما تو همین فرانسه رو نگاه بکنید، وقتی آمدن گفتن قرنطینه، خیلی نیاز به پلیس نیست، اگرچه دستور دادم جریمه بکنن، زندان داره، ولی این مردم هستن که توی خیابون اگر که توی پنجره اگر یکی رو ببینن بهش تذکر میدن که مگه نمیدونی قرنطینه است، نباید از خونه بیای بیرون. به این معناست که این اعتماد به وجود میاد. ولی نکته دیگری که وجود داره، باز من یه سوال بخوام بکنم، اون سوال اینه که 203 تا کشور در دنیا وجود داره. شما بگردید تو اینترنت، تو اخبار رسانه ها، ببینید تا به الان یک کشوری رو پیدا میکنید جز ایران که مردمش به سازمان ملل شکایت ببرن، به سازمان های بین المللی شکایت بکنن. همه مردم تمام این کشورهای 202 کشور دیگه، به اگر اعتراضی هم داشته باشن، به دولت هاشونه که اعتراض میکنن، نه به سازمان های بین المللی. این تنها ما هستیم که به سازمان‌های بین‌المللی شکایت می‌بریم که ببینید این حکومت با مردم ما چیکار داره می‌کنه. خود این بالاترین ننگیه که واسه این حکومت وجود داره. ولی باز برگردم به این که گفتم ما ایرانی‌ها داخل و خارج نداریم، این نگرانی برای هممون هست. ببینید ترس حکومت کجاست که وقتی که به عنوان مثال من ایرانی، فلان ایرانی در امریکا، فلان ایرانی دیگری، اینا یا یک گروه دیگر ایرانی میخوان کمکی رو به مردم خودشون بکنن،
جمع شدن با هم دیگه $1,000 $2,000 $2,000,000 بخوان تجهیزات پزشکی بفرستن به ایران، شما از ترس حکومت، از سرکوب حکومت، از وحشت حکومت جایی رو پیدا نمی کنید. اونا میگن که بله بله بفرستید، اون $2,000,000 بدین دست خود من. این حکومت میخواد چیکار بکنه با اون $2,000,000؟ اون میخواد که باز اینو سرکیسش بکنه برای نمیدونم اعوان و انصار خودش، حزب الله و سوریه و نمیدونم عراق و یمن و غیره و غیره، چیش به دست مردم میرسه؟ ولی این وحشتی که مردم دارن که نکنه با فلان آدم در امریکا، با فلان آدم در فرانسه، با فلان آدم در انگلیس شما در ارتباط باشید، اینا رو میگیرن به زندان و غیره و غیره. وگرنه هدف چیه؟ اگر که شما ببینید که امروز یک کسی در فرانسه، در انگلیس، در هر جای دیگه دنیا میخواد کمکی رو بکنه، از ثروت خودش مایه بگذاره و به مردم خودش توی همین مشکلات کرونا کمک بکنه، 1,000 تا ماسک بخره، 1,000 تا نمیدونم 10,000 تا ژل بخره، بده به دولت اعتماد میکنه، میگه شما بفرستید اون جاهایی که مشکل دارن، دولت نه تنها اونو تشویق میکنه، نه تنها اون در رسانه ها ازش تقدیر میکنن، بلکه براشون بسیار با ارزشی که مردم به کمک همدیگه آمدن و به کمک دولت آمدن. این مشکل فقط جمهوری اسلامی است که این همه وحشت داره از مردم خودش. کدوم کشوری، کدوم حکومتی، کدوم دولتی در دنیا اینقدر از مردم خودش میترسه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میدونه که این مردم همه در مقابلش ایستادن و فقط و فقط فکر میکنه که با زور سرنیزه میتونه که با زندان و نمیدونم با اعدام میتونه اینها رو خونه‌نشین بکنه. نه، اینطوری نیست. مردم ما این همبستگی رو با هم دیگه دارن، سعیشون بر اینه که در خارج از مسئله دولت و حکومت و فشار و سرکوب باز به همدیگه کمک بکنن. ولی این وظیفه، وظیفه کیه؟ به این معناست که من فکر میکنم که بزرگترین وجه مثبت کرونا این همبستگی است که برای ما به وجود آمده، این همبستگی است که برای ما ایرانی ها در داخل و خارج از کشور به وجود آمده. همون چیزی که عرض کردم، خیلی ساده، خیلی روشن میتونیم که با نگاه کردن به این همبستگی هممون باز دور همدیگه جمع بشیم. کرونا تموم میشه، بدون شک تموم میشه، جمهوری اسلامی هم نمیتونه از این مسئله فرار بکنه. جمهوری اسلامی درگیر این قضیه هست. ما یادمون باشه اگر ما بتونیم این همبستگی رو حفظ بکنیم، در خونه هامون باقی بمونیم، سالم بمونیم و بتونیم این آینده خیلی روشن رو برای خودمون تصویر بکنیم، بدون شک ما پیروزیم. 13 نوروز فرداست، نحسی 13 حکومت رو خواهد گرفت و از طرف دیگه ما با سنت هامون زندگی خودمون. فقط در آخرین مرحله سی خدمتتون بگم ما همه مجبوریم خونه بشینیم و چقدر خوبه که این کارو داریم میکنیم. خطابم به زنان مملکتمه که امروز میدونید که همه مردا مجبورن خونه نشین بشن و اینا همه مثل اسیر جنگی در دست شما هان. بر اساس کنوانسیون های ژنو و بین المللی خشونت باشون نکنید، بذارید که ما هم دیگه زندگی بهتری داشته باشیم. سپاسگزارم.